سلام، بدون تعارف اومدیم به شهر مقدس مشهد. مهمان این هفته برنامه ما 50 سال است. در یکی از محله های فقیرنشین مشهد به دنیا اومد. در کودکی روزنامه میفروخت، کفش واکس میزد و در رستوران ها گارسونی میکرد. اما امروز صاحب سه کارخانه بزرگه که به کشورهای مختلف جهان صادرات داره. بله، به سراغ کارخونه ای رفتیم که اگر بخواید در اون استخدام بشید باید سوء پیشینه داشته باشید، حتی محکومین به قتل. آدم هایی که یک روز ناامید و از همه جا رانده شده بودند، اما امروز زیر سقف آن کارخانه به زندگی برگشتند. آقا سلام. سلام. از بس شما رو تو تلویزیون نمیبینیم، اصلا انگار که داریم باهاتون زندگی میکنیم و میشناسیم. آیا که یه مختصری از زندگی نامتون بگین برای بینندگان ما؟ من علیرضا نبی هستم، یه خانواده 8-9 نفری بسیار فقیر. ما با کمک خیرین زندگی میکردیم. چند روز پیش توی یه خیریه سید الشهدای تهران داشتم به یه خیرین میگفتم لطفاً اگه کفش میخواید برای بچه ها بخرید سایزشون بخرید، چون من شاید 5 سایز کفشی که خیر میداد از پام بزرگتر بود. بچگی تو انقدر فقیر بودی که خیرین برای شما کفش میخرید؟ بله 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 بله، من کمک های خیرین یادمه، من بابا لنگ درازای قصه زندگیم یادمه. کجا زندگی میکردیم بچه؟ ما تو حاشیه مشهد زندگی میکردیم. بابا من قفساز بود، خیلی هم چیز بود، خیلی هم ناوارد بود و اصلا کسب و کاری نداشت. ولی مادری داشتم، سواد آکادمیک نداشت ولی خیلی آدم بزرگی بود. یه جعبه میوه مینداخت گردن من، یه بندی داشت از بندای نخشیرینی. میرفتیم دم حرم کفش واکس میزد. واکسی هم بودین شما تو بچگی؟ بعد گفتم اینا زنوارا ما ننه چیزی نمیدن، همش 5000 میدن. بعضیا میگن میرم پیش امام رضا دعات میکنیم، کفش واکس میزنم، میگه میرو دعات میکنی. گفتم ننه، بذار برم جلو هتل ها، این پولدارا میان کفش واکس میزنن 2 تومن میدن. گفت ننه، برو پیش امام رضا همونجا کفش واکس بزن، نکنه اون که 2 تومن بهت میده عرق خورده باشه، پولش حروم باشه. ننه، رزق و روزی حروم ننه، بیاد به این بچه ها من بدم. مادرم میرفتم کیوسک روزنامه فروشی، صفا میستاد 10 تا روزنامه میخرید 10 تومن. من میرفتم لابلای ماشینا تو این 4 لشکر مشهد میگفتم آی روزنامه کیهان اطلاعات، کیهان اطلاعات. چون کوچولو بودم 5000 بهم انعام میدادن، 1-2 تومنی میدادن، بقیهشو نمیگرفتن. یه روزی ما تمام روزنامه ها رو فروختیم، من یکشو فروختم 5 تومن. یه 5 تومنی سبز رنگ بود، عکس کله شاه روش بود. اون زمان کلیا از حاشیه شهر میومدن تو شهر گدایی میکردن. یه کلی نشسته بود، یه بچه ای رو همین برفا یه بچه ای رو داشت شیر میداد. اومد گفت ننه برو پولا رو بده بون. همینجور نگاش میکردم، رفتم پولا رو دادم، یک موی تنم راضی نبود. 5 تومنی رو نگه داشتم، گفت بده نه. با چشام التماس کردم آقای امام، گفت بده نه. یعنی شما یک کودکی بودید پر از آرزوهایی که نمیتونستید بهش برسید دیگه. آقای رضوانی، وقتی میگم فقر، اصلا شبیه فقر امروز نیست. ما رو میبرد تو یک میدونی بود، اسمش میدون عدل پهلوی بود. میگفت همه علف ها که نخوردنی نیستن، بعضی هاش هم خوردنی هست. بچه هاش آقای امامی میبرد چرا؟ که شب اذیتش نکنن، بگن ننه گشنه ایم، ننه غذا. جدیه جدی میگن. آدم هایی که از رخت خواب پرقو در اومدن و سرویس بردشون و آورد، اونا هیچی نشده. الحمدلله الان شنیدم 3 تا کارخونه دارین، درسته؟ به لطف خدا من 1000 نفر فرزند دارم، اینو زیباتر میپسندم تا بگم. بله. خادمی به این بچه ها خودم رو تربیت کرد، خودم رو بزرگ کرد. آقای امامی گفتن 3 تا کارخونه داریم، بعد شعارش نوشتید اینجا شرط استخدام داشتن سوء پیشینه است. اینم بدونم مردم، این چی بود دیگه قصهش؟ از اعدام داریم، سرقت مسلحانه داریم، نزاع دست جمعی داریم، عبد داریم. گروه دوم زندانیان جرم مالی ان که اینا اکثرا مهریه ان، چه که برگشتی ان، معتادین بهبود یافته هستن که من عاشقشونم. اینا روحاشون آقای رضوانی خیلی بزرگه. تو صف گفتن حدود 1000 نفر الان تو نوبت. بله، 1800 نفر ما تو نوبت داریم دیگه. چجوری گزینششون میکنین الان افرادی که توی کارخونه کار میکنن؟ نگاه کنید، اینا خب 16 سال تجربه است دیگه، ما میدونیم کی حالش از خودش به هم خورد. ما اونی که خود بی خود خودش رو بالا آورده باشه با کمال میل میگیرمش میاد تو مجموعه.
و شروع میکنه. ما اینجا زامن و اینا هم نداریم، نمیم زامن بیاریم، نه یه حرفا نداریم، زامنش خداشه میاد اینجا. رفتن کسا دلم برای تنگ شده بیا. شنیدم که شرط خانمه تو این بود که شما حتما با دکترها رو بگیریم. وقتی با خانمم ازدواج کردم گفتش که باید چیز کنی، درس بخونی. گفتم مثلا عشقم تو هر چی بود تو بگو کلیه بده، آدم گرمه دیگه 19 سالم که دیگه اصلا حالیش نیست چی میگه دیگه. گفتم هر چی، فقط جبهه را ازم نک، من نمیتونم، من بدون منطقه نمیتونم زندگی کنم. یعنی هم تجربه دفاع مقدس هم داشتین فسایل؟ بله بله، اصلا ماها تو دعیشی هست که همه بسیجی رفتیم یا؟ بله هم بسیجی رفتم هم سربازی رفتم، برای همین این جنگ رو میفهمم، چون اون جنگ رو فهمیدم. کسانی که این جنگ اقتصادی رو نمیفهمن، در اون جنگ اقتصادی نقشی نداشتن، حضوری نداشتن، چون هر کی اونجا که تحریم که خیلی بدتر بود، ما یه موشک رو با 6 تا کشور باید میرفتیم دور میزدیم میرسوندیمش به واحد توپخونه، یه خیلی بدتر بود. ولی اونجا آدمای آهنی داشتیم، اینجا آدمای خورده لوس شدن دیگه. الان سوال میشه برای مردم چی شد امروز 3 تا کارخونه دارید؟ شاید بگن به جایی وصل شدید، رانتی بوده، کسی هواتونو داشته. نه، این حاصل تلاشه. رفتم سراغ کارو، خیلی کار کردم، رفتم بنایی کار کردم، نقاشی ساختمان کار کردم، کارسان رستوران شدم و دیگه تقریبا همه کار میکردم دیگه، بلیت سینما پاره میکردم. شبیه کتاب داستانا نیست. حالا میخوام این عرض بکنم، شما بدن رو عادت میدی به این که دستش دراز نباشه، اون پول رستوران کمکت نمیکنه، این فکر کمکت میکنه، این فکری که بهت میگه خودت تلاش کن خودت به دست بیار. ما کار بزرگی کردیم، ما کار بزرگی کردیم که این بچه ها رو بیاریم. بله، دفعه اول یک زندانی با جرم اعدام اینجا درمان میشه. نترسیدید سیستم مالیتون، کارتون این بچه ها رو بیارید اینجا؟ نه، گفتی خطر داره اصلا. نه یک روزی آقای رضوانی، اون که گارسونش بودم، صندوقش رو به من سپرد، من چرا به دیگری نسپرم؟ با پسرتون صحبت میکردیم، بعد گفت که من مثلا حقوقم 1,200، بعد مجبورم بعد از ظهر برم به اصطلاح آژانس کار کنم. پیام رفته داره اسنپ کار میکنه. خیلی بچه های مردم الان همونم ماشین رو ندارن، من ازشون عذرخواهی میکنم. میگه بابام کارخونه داره که من برم تو آژانس کار کنم مثلا. حالا انتخاب خودش، کسی اجبار نکنه. پیام میتونه نره، ولی پسر با غیرتیه، اجاره خونه داره 400 تومان کم داره، خب بره. خونه هم ندادین بهش؟ حتی خونه نخریدی؟ من خودم خونه ندارم، برادر کجا بیام بهش خونه بدم؟ من مستاجرم در این محله متوسط مشهد، من ماشینم ندارم. آخه دیگه یه ماشین داشتن شما که ایرادی نداره، یه ماشینم نداره. من نگفتم ایراد داره، ولی وقتی بچه هم کفش ندارن من حق ندارم. ما رفیقیم با هم، آقای رضوان. بعد یه چیز میگم، تو رفاقت خدا وکیلی آدم خجالت نمیشه که بیاد شیرینی خونه دار شدن پسرش رو بده، بعد اون هنوز خونش زندان، سقفش اونجاست، زشته دیگه، بعد میشه شعار. چرا مثل شما اینقدر کم داریم تو این دور زمونه؟ میشه فقط کشتی تو، قایق تو ببر تو جریان رودخونه، آنچه خدا میپسنده. یه پارو تو میزنه آیه امامی، دهم جریان رودخونه میبرد جلو. اینا باورهای 16 سال کار کردن با ایناست. خیلی سخته یه پسر بره کوچه‌الوار باباشو برداره ببره خیاطی بگه دو سایز کوچیکش. پسر شما یعنی کوچه‌الوارای شما رو کوچیک میکنه میپوشه؟ انتخاب با ماست، میخوایم برند بپوشیم ولی از بابامون دور باشیم، میخوایم با بابامون باشیم ولی پیرن دست دومشو بپوشیم. میدونید منو یاد چی میندازه؟ یاد بعضی از آقازاده ها. خیلی ما قربون این آقازاده ها برم، راجع به اونا هم نه، چون بدون تعارف هم نمیشه به اونا نزدیک شد. چقدر شبیه هم. آقا پیام بیا اینجا، چه میکشی تو؟ خوبی بیانده این گیره دنداده. آقا تو مثلا پسر کارخونه داری میری با ماشین کار میکنی؟ مثلا میدونین در نهایت همه اون خوشگذرانی هایی که بعضی آقازاده ها و بعضی پولدارها دارن، این حس در همشون مشترک خواهد بود که یه چیزی هنوز کمه و من اینجا اون انتهاییه رو گرفتم، جذبش کردم. پس دیگه داشتن یه ماشین شاسی بلند یا یه خونه 180 متری یا برند پوشیدن دیگه کمکی به من نمی کنه. و خب همه اینا واقعا مدیون همین بچه هاست.
یعنی با رفتارشون به ما یاد میدن که اون چیزی که تو توی جیبت داری ارزش تو نیست، این که تونستی قلب من تصرف کنی ارزش توه. پیرنا که مال پدر نیست الان. این نه، این یکی رو خودم خریدم. شما به چه کشورهایی صادر میکنین الان؟ ما کوالالامپور، آمریکا، غرب آمریکا، سیاتل، کالیفرنیا، هوایی. بعد اقامت هایی چود من کشبرها رو هم دارم. عزیزم جرم با بام دارید اون نقطه که من عصبانی میکنی. عزیزم قربون شکلت برم، من یک وجب خاکم رو که اجداد من ایجادم، من ریشمه، مگه میشه تنه رو برداشت رفت توی کشور دیگه؟ آقا مدیر داریم دو تابعیتی. آقا من کار ندارم به مدیر دو تا، شما یا میری سراغ آقازاده یا میری سراغ مدیران. پس اونی که اینجا زن بچه‌شو میذاره میره مدافع حرم تیکه تیکه میشه. پس آقای رضوانی آتیش هم زدی با این حرف. این انگشتر میدونی چرا همراه منه؟ این همسر شهید اومد سرشو انداخته بود پایین، این انگشتر رو به من داد، گفت این انگشتر تنها یادگار جسد سوخته شده عشق و عزیز من، خودم از دست سوختش بیرون کشیدم، اجازه نداریم این تنهای سوخته رو به باد بدیم برای که بالشتمون نرم تر بشه، اجازه نداریم، اجازه نداریم پول ملی رو بفروشیم، اجازه نداریم مازاد بر مصرفمون احتکار کنیم، اجازه نداریم اون کسی که این کارو میکنه در دید ملت خائن به وطن. دوستان چند تا این داستانای قشنگو بگین خیلی کوتاه که بعد بریم سراغشون. هستن اگر بریم سراغ مسعود، 13 سال یک آدم مصرف کن، میگه یه جا دیگه دستمو زدم به زانوم، سرنگو انداختم گفتم دیگه نه. این اومد بریم گفت نگاه کن من میخوام بیام بیرون دیگه نرم سراغ مواد، بهم کار میده، گفتم آره داداش. آقا مسعود شنیدم که کارتون خوابی و بور خوابی هم داشتی تو تجربه گذشتش، بگو از اون زمان. من یه زمانی آدم خیلی خراب بودم، اعتیاد داشتم. چه موادی رو مصرف میکردی؟ مواد اینجوری بهتون بگم موادی نبوده که مصرف نکرده باشم. من الان نزدیک 8 سال شده که سالمم و به گذشته بر نمیگردم، رو به جلو دارم میرم، دکترم دارن کمکمون کردن. ما آخر برنامه میپرسیم بی‌تعارف‌ترین جمله مهمان. مردم اینجا انقدر جلو، مسئولین انقدر عقب. من بارها و بارها اینو دیدم، خواهش میکنم از من، التماس میکنم از مسئولین این ریموت های در قفل کن رو بذارن کنار، بیان تو مردم، راننده و ماشین و آسانسور جداگانه و از در پشت و از تو پارکینگ رو بذارن کنار، بیان تو مردم، درها رو باز کنن ببینن مردم چقدر دوست داشتنی هن. مسئولین وقتی بیان تو مردم بایتون اک سلفی میگیرن، تقاضاهاشون رو میدن. امام حسین علیه السلام میفرمایید تقاضاهای مردم به شما نعمت به سمت شما، بیاید تو نعمت، دعوتتون میکنم بیان سر سفره ملت، ملت ببینن تو هم دستتو به این میله گرفتی، ترورت نمیکنن، نگران نباش، بیاید بذارید که انقلاب اون بوی عطر سال 57 رو بگیره، داره 40 سالگیش رو تجربه میکنه، مرد شده، بالغ شده، ازش میترسن، این جوون عیار رو ازش میترسن. خدایش را حفظتون کنه، خیلی مختصر ببوسیم شما رو، نمیشه.